با نام یاد خدای بزرگ، ضمن عرض سلام و احترام خدمت محصلین عزیز و گرامی، عمز امشیرا و برادرای عزیز، آرزومند و صحتمند و تندرست باشید. به جلسه پنجم مضمون حشرات و کنه‌های مضر نباتات مزروعی بنده وزیر احمد دوست محمدی شما رو خوش آمدید میگویم. دوستای گرامی، عنوان درس امروز پیرامون آفات مهم گندم، یا به ادامه جلسه قبلی که پیرامون آفات مهم غلات و علل خصوص نبات گندم صحبت گردید، به اصطلاح این بار نوبت به حشره کفشک گندم است. که کفشک گندم چی هست، پیرامون دوران حیات و مسائل خساره از این به اصطلاح صحبت خواهد گردید. محسنی گرامی، در قسمت نخست از این پاورپوینت پیرامون فهرست مطالب اشاره شده است. عنوان اول، اهمیت غلجات، اهمیت اقتصادی کفشک گندم از چی قرار است پیرامون این موضوع صحبت خواهد شد. در عنوان دوم یا عنوان بعدی، معرفی و مشخصات خود کفشک گندم. بعدا روی طبقه بندی دوران حیات کفشک گندم و طرز خساره و یا نحوه خساره اقتصادی که به وجود میارد به صلاح چه قسمی است. و در قسمت آخر، Integrated Pest Management یا کنترل همه جانبه خود کفشک گندم از چی قرار است. اهمیت غلجات. غلجات از جمله نباتات زراعتی می باشند که از هزاران سال پیش تا اکنون در تغذیه انسان‌ها و حیوانات دارای اهمیت زیاد هستند. در این گروه از نباتات زراعتی گندم، جو، جودر، یولاف، جواری، ارزن، برنج و غیره شامل می باشد که در ممالک دنیا بنابر ویژگی‌های خاص از قبیل آب و هوا، مسائل اقتصادی دارای اهمیت‌های متفاوت هستند. دلیل اهمیت بسیار زیادی که در تغذیه انسان و حیوان دارند و بیشتر سطح کش را در میان تمام نباتات زراعتی دارا می باشد. فلازا غلجات در کشور عزیز ما افغانستان از جمله نباتات به شمار می رند که اینا به حساب مین کراپ است، یعنی کراپ یا نبات اصلی است، علی خصوص پیرامون گندم، جو، جدر که پیشتر هم یادآوری شد که برای تغذیه انسان ها و حیوان ها بسیار مهم و اساسی به شمار می رند. از جمله غلجات یک هم گندم است که از اهمیت خاص برخوردار بوده و اقتصاد یک تعداد مردم کشور ما وابسته به این نبات است. تعداد زیاد آفات وجود دارد که سالانه از نباتات یعنی غلات خصوصا گندم تغذیه می کنند. از جمله آفاتی که سالانه مقدار هنگفت از محصولات زراعتی به ویژه گندم را خسارمند می سازد، یک هم حشره کفشک بوده که این حشره از ساقه های سبز نازک و آبدار نبات جوان تغذیه نموده و عموماً دانه ها را در مرحله شیره مورد حمله قرار می دهد که این حمله آنها باعث از بین رفتن حجرات همجوار گردید، در نتیجه باعث خسارات کمی و کیفی محصول می گردد. محصولین گرامی، پیرامون کفشک گندم بعد از آفت ملخ مدشترین آفت یا حشره که به اصطلاح خود گندم متضرر می سازد کفشک گندم است که در حدود 60% محصول رو میتونه که لازم کمی و کیفی خساره اقتصادی وارد کنه، که در سلایدهای آینده پیرامون خساره و نحوه دوران حیات این حشره بیشتر صحبت خواهد شد. خود معرفی و مشخصات کفشک گندم از چی قرار است؟ کفشک، طوری که پیشتر گفتیم، حشره است مربوط به فامیل خسک های بدبویی یا فامیل پینتامیدیه از ردیف نیمبالان. آردر هیمیپترا، محصلین گرامی، در مجموع، یعنی آردر نیمبالان که شما در مضمون مبادی المعشرات پیرامون این آردر یا ردیف خواندید، حشرات مربوط این فامیل در سینه خود قدواتی دارند که تولید مواد دارای بوی بدر می نمایند. این حشره به نام‌های مختلف مسماست، مثلا در سمت شمال به نام کفشک گندم یاد می کنند زیرا شبیه به کفش مخصوص به نام چموس است. در هرات و بادغیس به نام کشفک می نامند چون شباهت یا شبیه به کشف یا سنگ پوش دارد. در برخی از ممالک عربی به نام خسک سنی یا سنی بک، در ایران به نام آفت سن، در انگلیسی به نام شیلت بک به اصطلاح یاد می کنند. انواع کفشک گندم. محسن گرامی، طور که شما در تصویر مشاهده میکنین، 4 نوع کفشک که بیشترین خسارات میتونن که اینو در سطح نبادات ایجاد کنن، ابتدا ایریوگستر انتیگریسپ مربوط به فامیلی اسکیو تیلرایدیه میباشه که شما در تصویر مشاهده میکنین، که بعدن هم پیرامون این به اصطلاح صحبت خواهد شد در سالهای آینده. نوع دوم تاتون دالیکاریوس
باکتریوم داریکاریوس مربوط به فامیل پنتامیدیه یا همون خسکای بدبوی است که در تصویر شما مشاهده میکنین، دارای رنگای متنوع به صلاح برای خود کفشک از قوی تا سیاه که در سالادهای بعدی روی این موضوع صحبت خواهد شد برای خود اختیار میکنن. نوع بعدی تحت عنوان کاربوکاریوس، کاربوکاریوس فاسیپنیوس به صلاح خود کاربوکاریوس باز هم مربوط به فامیلی پنتامیدیه که تصویر از زیر شما مشاهده میکنین. و نوع آخر تحت عنوان ایلیا فوریکولا ماسلین گرامی، ایلیا استثنان یکی از نوع یا انواع حشرات خود کفشک است که به صلاح خرمن گندم مورد حمله قرار میده، یعنی خوشخار است که متمایز ساخته قسمت های به صلاح شاخه کا نویت دهن و خود قسمت های پشت کفشک با سایر انواع کفشک ها که در سلاید آینده باز هم پیرامون این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. این حشره در مناطق مختلف کشور از قبیل ننگرهار، کابل و هرات موجود می باشد. حشره متذکره علاوه بر افغانستان در ترکیه، ایران، سوریه، عراق، پاکستان و اتحاد شوروی یا همان اتحادیه شوروی به اصطلاح نیز راپور داده شده است. کفشک گندم از جمله نباتات فامیل گرامینیر خساره سنگین به فصل گندم میرساند، چون جو زود پخته شده و بهره برداری می شود چندان خساره بزرگ متحمل نمی شود. علاوه بر نباتات فامیل گرامینیه، انواع مختلف نباتات دیگر نیز مورد حمله این آفت قرار می گیرد. مثلا گرامی میزبان اصلی کفشک در درجه اول به صلاح گندم است، ولی جو و جودر خساره وارد می نمود. همچنین جنس دالیکاریوس و کاربوکارس که شما در سلاید قبلی مشاهده کردین، برخلاف افراد دو جنس دیگه علاوه از گندم و جو از برخ نباتات خودرو نیز تغذیه می نمایند به صلاح. در اوایل بهار حشره کامل از ساقه های نازک و آبدار نباتات جوان تغذیه می نماید. در روزهای بعدی حشره کامل و نوزاد هر دو دانه ها را به خصوص در مرحله شیره مورد حمله قرار می دهند. لکه های تغذیه شده روی ساقه باعث مرگ سلول ها یا همان حجرات همجوار گرده تمام ساقه را احاطه می نماید و سبب پژمردگی نبات می گردد. طوری که شما در تصویر مشاهده می کنین، حمله کفشک گندم بالای خود خوشه گندم است که در وقت شیردهی یا تشکیل خوشه است بر صورت. در این قسمت میپردازیم به معرفی نوع ایریگوستر انتیگریسپس که به صلاح در سالادهای قبلی انواع کفشک یاد کردین. حشره خطرناک به صلاح که بیش از نیم قرن در افغانستان یافت شده ای، طول ازی بین 12 تا 14 و عرض ازی 8 میلیمتر میباشد. رنگای متغیر زرد، خاکستری تا قوی، مایل به سیاه و گاه کاملا سیار به صلاحی برای خود اختیار می کند. طوری که شما مشاهده می کنین، رنگای قهوه‌ای، خاکستری و همچنین به تعداد تخمه که می گذارن در قسمت برگای خود نبات باعث ازی شده که به صلاح در کثرت و نفوذ یه شره بالای قلات بیشتر کمک کنه. در مجموع تنها اختلاف در شکل ظاهری مربوط به قطعات خارجی دستگاه تناسلی است. تخمه ها کروی به قطر 0.7 تا 1 میلیمتر و همچنین مچک های سن اول به طول 1.2 میلیمتر و تقریبا گرد به رنگ قهوه‌ای و پس از 50 تا 60 دقیقه کاملا سیاه میشن که در سلایدهای بعدی پیرامون موضوع تصاویر خدمت شما خوبان نشان خواهد داده شد میشود. دوستای گرامی، به این قسمت میپردازیم به طبقه بندی خود کفشک گندم یا کلاسیفیکیشن آف سن پست. در مجموع به کنگدم انیمال، فایلم آرتروپودا یا بند پایان، کلاس هگزاپودا یا همان شیش پایان خود حشرات، آردر هیمیپترا نیمبالان، فامیلی پینتامیدیه و اسکیتولورایدیه که در سلایدهای قبلی پیرامون این دو فامیل به صلاح صحبت کردید که به استثنای نوع ایریگستر که مربوط به این فامیل میشد، متبقی ایلیا و کاربوکارس و دالیکاریوس متعلق به فامیل پینتامیدیه میشدن. جنس ایریوگستر، دالیکاریوس، کاربوکارس و ایلیا، به اصطلاح ایلیا همان خوشخوار است که خرمن گندم مورد حمله قرار میده. در وقت شیوع ازی
به اصطلاح دارای یک بوی بد که در مزرعه از خوبجا میگذارن و نبات پژمرده میکنن و باعث از این میشه که سطح نبات از لحاظ کمی و کیفی در یک سطح مطلوب قرار نگیرد. نگفتن آمد که مواصلین گرامی نوع دهن در کف فشک زننده و جزء آردر نیمبالان به شمار میروند. لایف سایکل آف شیلد بگ یا دوران حیات کف فشک گندم چه قسمی است؟ حشره کامل کف فشک گندم بعد از اینکه زمستان را در زیر بوته‌ها، سنگ‌ها و غیره سپری نموده، در بهار به محض گرم شدن هوا شروع به فعالیت کرده، مختصرا از نباتاتی که در دامنه کوه‌ها قرار دارند به اصطلاح تغذیه می‌کنند. دوستان گرامی، شما تصاویری که مشاهده می‌کنین بوته‌های خزبه و نباتاتی که در دامنه کوه ها هستند و همچنین طوری که پیشتر پیرامون مچک ها سن اول و یکدو به صلاح اشاره شد، رنگ قوی تا سیار بر خود اختیار کردند. سپس پس از پرواز نسبتا طولانی در مزارع سبز که محل مناسب برای تغذیه و همچنین پناهگاه بهتر جهت پناه شدن آنها هنگام آبیاری و طوفان است، پایین می آیند. تخم ریزی از اوسط حمل تا اوسط جوزا ادامه می یابد. تخما در دو یا سه ردیف و دستجات 13 تا 14 تایی در رو یا زیر برگا گذاشته می شود که شما در تصویر کاملا مشاهده می کنین نوع تخم گذاری خود کف فشک گندم. تخما در حرارت مناسب 20 تا 25 درجه سانتیگراد پس از 7 تا 10 روز هچینگ یا همان تفریخ می گیرند. مچک های سن اول پس از خروج از تخم دارای نورگرایی منفی می باشند، رنگ تیره بالاخره بر خود دارند، اختصاص پیدا کردن و همچنین پرواز دستجمی که فشکا به کوه معمولا از اخیر ماه سرطان تا اوسط ماه اسد صورت می گیرد. نگفتن آمد که محصلین گرامی پرواز دستجمی ذریعه به صلاح همون فرهبادا پس اینا رو انتقال می به سمت کوها که ما در ولسوالی های شمال ولایت هرات شامل ولسوالی رباط سنگی دقیقا این مشکل داره که اینا به اصطلاح میان در مزارع و بدن و سمت قلهای کوههایی که در خود رباط سنگی موقع دارن دوباره زیر بادها و پروازهایی که انجام میدن به اصطلاح اینا برای پناهگاه زمستانی خود اختصاص میدن. عمل مهاجرت یک عمل طبیعی و ضروری برای این حشرات، به منظور دور شدن از شرایط گرم مزرعه که در زمان مهاجرت حدود 30 تا 40 درجه می باشد انجام میپذیرد و نگفته نماند که یک مرحله استراحت تابستانی هم داره خود شب کفشک گندم که به نام استیویشن یاد میگردد. محصول گرامی که در کتاب شما پیرامون این موضوع کتاب حشرات کاملا ذکر شده. از نظر فیزیولوژیکی حشرات بالغ نسل جدید پس از تکامل و مهاجرت به ارتفاعات احتیاجات به محیط های آرام با حرارت متوسط 15 تا 25 درجه سانتیگراد دارد. و دوستای گرامی، شما در تصویر سمت چپ نوع تخمگذاری خود تخمریزی کفشکر که به در دو یا سه ردیف و دستجات 13 تا 14 تایی که قبلا هم یادآوری شد میگذارن بوتای خزبه که پناهگاه خود کفشک گندم است و این تصویری هم که بازم مچکای سنین مختلف با رنگ‌های مختلف نشان میدن. خود طرز خساره کفشک گندم از چی قرار است؟ کفشک گندم به درجه اول به گندم حمله می نماید و گاهی ممکن است که جو، یولاف و غیر گندمی برگان را نیز میزبان از ضیافت باشد. طوری که بیشتر هم اشاره کردیم به اصطلاح جنس دالیکاریوس و کاربیکورس برخلاف افراد دو جنس دیگر علاوه از گندم و جو از برخ دیگه نباتات خودرو نیز اینا میتونن که تغذیه کنن. خود خساره یا خسارت کفشک گندم در سه مرحله به اصطلاح میتونن که نبات خساره اقتصادی وارد کنه، از جمله کفشک مادر است، مچک و کفشک های بالغ نسل جدید صورت میگیرد. بیشترین ریزش کفشک های مادر در موقع پنجزنی گندم صورت میگیرد. تغذیه کفشک مادر از جوانه‌های مرکزی سبب زردی و پژمردگی خود نبات میشه که شما در تصویر مشاهده میکنید که بوته گندم کاملا زرد شده و پژمرده شده. و همچنین جناب آقای حبیبی سیب در کتاب خود به اصطلاح ذکر کردن که یک صدای مخصوص و بوی مخصوص هنگام شویی آفت در مزرعه میتونه از خود تولید کنه و بجا بگذاره. خسارات کیفی وارده است که فشک گندم نگفته نمونه که تغذیه که فشک روی خوشه ها منجر به سفید شدن خوشه از محل نیش
نیش حشره تا انتهای خوشه می شود. یعنی شما در تصویر مشاهده می کنید که دانه های غلات به اصطلاح یا دانه گندم علاوه بر کمی و کیفی در یک سطح مطلوب قرار نگرفته و در مجموع باعث میشه که سطح حاصلات تقلیل پیدا کنه، خوشهای خود گندم زرد بشه به صورت که پیشتر گفته شد. خسارات کیفی وارد است که فشک گندم منجر به تخریب دانه شده و کیفیت آن را از نظر نانوایی، طعم و بوی برای تغذیه و سلامت انسان تغییر میدهد. که شما در تصویر مشاهده میکنین سطح زیان اقتصادی که فشک زمستان گذاران تابع از شرایط آب و هوا، نو رقم، نو کش، زودرسی و درسی گندم است. فلازا گندم هایی که یا بذرهایی که زودرسن به صلاح اونا میتونن که بهتر و بیشتر در امان از شیوع فشک باشه که در قسمت کنترل ازی خدمت شما خوبان اشاره خواهد گردید. دوستای گرامی، آمدیم در قسمت کنترل همه جانبه فشک گندم یا Integrated Pest Management of Sand Pest. خود در کنترل همه جانبه طوری که ما در سلایدها و جلسات قبلی هم یاد کردیم که خود کنترل تلفیقی یک مبارزه ایکولوژیکی است. تلفیق از سایر روش ها بیولوژیکی، کیمیاوی، میخانیکی، زراعتی به منظور تقلیل جمعیت آفت به اصطلاح تحت عنوان تلفیق چندین روش به نام کنترل IPM یا همه جانبه یاد میکنن. کنترل میخانیکی یا میکانیکال کنترل ابتدا جمع‌آوری توسط تورهای حشره‌گیری زمانی که گندم نیمه پخته باشد. جمع‌آوری کفشک توسط دست زمانی که تازه به مزارع ریزش کرده باشد. جمع‌آوری پناه از پناهگاه‌های زمستانی توسط یک پروگرام منظم. نظر به تجاربی که محصلین گرامی و تحقیقاتی که پوهندوی جناب پوهندوی عبدالظاهر حبیبی پدر حشره‌شناسی ولایت هرات علل خصوص استاد فاکولته زراعت هرات انجام دادن، کنترل میخانیکی یعنی جمع‌آوری توسط تور یا جال حشره‌گیری به حیث بهترین، موثرترین و اقتصادی‌ترین طریق‌های معرفی به اصطلاح صورت گرفته است. محسنی گرامی را گفته نماند که جناب حبیبی سه براورین بار اینا به اصطلاح در قسمت کنترل کفشک گندم بالاخره در قسمت تهیه جالا شرگیری یک روش ابدا کردن، به اصطلاح پیشنهاد کردن که بسیار موفق بوده و کدام نقصان یا خساره به محیط زیست انسان ها و حیوانات ندارد و بهترین راه حل برای کنترل کفشک گندم است که خوشبختانه مورد تایید سازمان FAO یا خوراکی مواد مخدر جهان، معذرت، مواد غذایی جهان به اصطلاح Food Agriculture Organization قرار گرفته و همچنین مورد تایید وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان که در مجموع سازمان خوراکی جهانی غذا و به کمک وزارت زراعت همساله در سطح ولایات توزیع جالهای حشره گیری به منظور کنترل خود حشره کفشک گندم به سطح ولایات به اصطلاح اینا کمک میکنن. کنترل فیزیکی یا فیزیکال کنترل، اجرای این روش به صورت سوزاندن بوتهای خزبه به منظور از بین بردن جمعیت زمستان گذران آنها به صورت موردی انجام می شود، ولی انجام این کار ماهب زلر به اصطلاح از خود به جا میگذره یا دنبال داریم. اول به تمام بوتهای خزبه دسترسی نداریم. دقیقاً اینا در پادم در خود کوها و قله‌های بلند قرار دارن که ما این بزینا دسترسی ندارن، باعث از بین رفتن پوشش نباتی می شود. شک نیست که وقتی که ما خود بوتای خزبر از بین ببریم، خود پوشش یا بستر گیاهی که برای جلوگیری از فرسایش خاک کمک میکنن ما اینو را از بین میبرن و همچنین تخریب و فرسایش مراتع را به دنبال دارد. چهار، دشمنان طبیعی این آفت و سایر حشرات و بندپایان و مفیدی که در زیر بوتای خزبر پناهگاه میروند از بین میروند. بر اساس دلایل فوق این روش به هیچ وجه قابل توصیه نمیباشد. شما در تصویر مشاهده میکنین بوتهای خزبه که به اصطلاح پناهگاه خود کفشک است در قسمت پناهگاه زمستانی که در ولسوالی های شمالی ولایت هرات در سمت هممرز با ترکمنستان عموماً بهترین پناهگاه با برای این حشره میباشد. کنترل زراعتی یا کلچرال کنترل، روش های زراعتی به مجموع اقدامات اطلاق می شود که می تواند بدون استفاده از ادویات کیمیایی از طغیان جدی حشره کفشک جلوگیری کند. در واقع این روش نقش پیشگیری کننده را دارد. ابتدا پیرامون استفاده از ارقام زودرس طوری که در سلایدهای قبلی هم اشاره کردید
پیرامون استفاده از ارقام زودرس دهقان عزیز ما رو کمک میکنه تا حاصلات زودتر به دست بیاد و از شیوع و حمله و خساره کفش گندم در امان باشد. استفاده از ارقام ورایتی یا رزیستنت ورایتی باز هم یک از راه دیگر است. زیاد نمودن مقدار تخم ریز به اصطلاح باز هم یک راههای دیگه است که کفشک موفق نمیشه با همو چربی لازمه که برای زمستان گذرانی باید داشته باشه کامیاب یا فایق شود. تناوب کشت با محصولات غیر از غلات، کاشت یا کشت پیش از وقت است به اصطلاح، و برداشت زود و سریع محصول ما رو کمک میکنه که از به اصطلاح از شیوی خود کفشک گندم در مزارع غلات مسئول و در امان باشه. کنترل بیولوژیکی یا بیولوژیکال کنترل یک از راه دیگه است. کفشک گندم در طبیعت دشمنان زیاده داشته و مورد حمله آنها قرار می گیرد، به خصوص در پناهگاه‌های تابستانی و زمستانی خود در کوه‌ها مورد حمله بعضی از موش‌های کوهی، پرندگان و سوسمارها قرار می گیرد. مسئله گرامی تحت عنوان ترایسیلوکوس روفی خود ترایسیلوکوس اسپیشیزهای مختلف داره، به صورت ترایسیلوکوس گرانیتیس یک زنبوره که قادر است بین 70 تا 100 فیصد تخمای میزبان پرازیته کنه. شما در جلسات قبلی پیرامون کنترل بیولوژیکی زنبور ترایکوگراما خواندیم که چگونه پرازیت انشی و چگونه اینو میتونن که با اصطلاح تخم موافتر پرازیته کنن و در مهار جمعیت و تقلیل جمعیت از اونو به اصطلاح مار یاری کنن. این زنبورها رو به سهولت میتونن در لابراتوار پرورش و در وقت مناسب به مزرعه رهانمود. در تکنیک پرورش باید توجه خاص به کار برده شود تا هنگام ضرورت تعداد کافی پرازیت موجود باشد. پرازیت مذکور در زمستان را به قسم حشره کامل زیر پوست درختان می‌گذارد. به اصطلاح برای سهولت در کار و موفقیت پرازیت باید تعداد کافی درخت در اطراف مزارع موجود باشد. همچنان بیواریوس باسینا که ما در جلسات قبلی هم گفتیم که عواملی که در کنترل بیولوژیکی استفاده می‌شد سه موضوع بود: پرازیت ها بود، چکاری ها بود و عوامل بیماریزا. خود قارچ بیوار یا باسینا که فعلا اسپورهای قارچ مذکور در لابراتوار به منظور کنترل حشره کامل کفشک گندم تهیه و استفاده قرار میگیرد، طوری که شما در تصویر مشاهده میکنین به اصطلاح خود سنپست یا کفشک گندم ملوث به قارچ ببرین یا بسینا شده. به اصطلاح که یک از راهها ای است که آرزومندیم که به اصطلاح وزارت زراعت آبیاری و مالداری جمهوری اسلامی افغانستان با کمک ریاست محترم حفاظ نباتات در سطح لابراتوارهای زون ها اقدام به کشت و پرورش از این قارچ کنه و امید که روز فرا رسد که ما بتوانیم مزارع غلات خور به اصطلاح آری از مواد کیمیایی داشته باشیم، اونا رو بتونیم که در اسه کنترل میخانیکی زراعتی و بیولوژیکی اونا رو جمعیت آفت مهار کنیم و تقلیل بدیم. محسنین گرامی در قسمت آخر به اصطلاح پیرامون کیمیکال کنترل یا کنترل کیمیایی کفشک گندم صحبت خواهد شد. وقتی که تراکم جمعیت آفت در حد زیان اقتصادی باشد، از سموم حشره‌کش فاسفورا و پایروتوئید استفاده میکنه. استفاده از فنیتروتیون و دلتامترین به اصطلاح نتیجه مؤثر داده، در خصوص دلتامترین که پیرامون موضوع کنترل آفت ملخ هم در جلسات قبلی خدمت شما خوبان اشاره کردید که به شکل ULV در ماشین های ULV شو به شکل خالص در ماشین های ULV شما میتونیم که استفاده کنیم. فینیتروتیون بعد از به اصطلاح 6 تا 8 روز، ولی دلتامترین در تمام روزها باعث مرگ و میر دشمنان طبیعی می شود. سمپاشی روی که فشک مادر صورت نگیرد، در صورت لزوم زمانی که تازه ریزش نموده باید انجام شود. سمپاشی روی مچک سن 2 انجام شود، به خاطر که می تونه به اصطلاح لحاظ کیفی و کمی محصول به اصطلاح صدمه بزنه و باعث همو طریق دهن زننده که داره شیره نباتی به اصطلاح بگیره و باعث خساره اقتصادی شه و در مجموع نبات زرد میشه و شکل پژمردگی رو برای خود دست میده. ادویجات متذکره در مزارع وسیع میتون با استفاده از ماشین های ULV نیز استفاده نمود، یعنی مو شکل خالص باشه. هیچگاه وقتی که شما ماشین ULV رو استفاده میکنین محصولی گرامی او کدام آب به اصطلاح بازو میکس یا مخلوط نمیشه. محصولی گرامی این بود جلسه پنجم پیرامون آفات مهم گندم که به خدمت شما خوبان صحبت گردید و ارائه شد. آرزومندم که سعادتمند و تندرست باشین. میخواییم که ختم از این جلسه باز هم با یک پیام حفظ و صحیحی خدمت شما خوبان به همراه باشیم یا به اصطلاح جلسه اختتام بدیم. دوستان گرامی، محصلین عزیز،
بهتر است که خودداری کنین از تجمعات، در بین تجمعات شستن مکرر دستا با آب و صابون، ضد عفونی کردن و قرنطین یا ماندن در خانه خیش، و عدم خودداری، بغل کشی یا رویبوسی به اصطلاح باعث از این میشه که شما و فامیل محترمتان از شر ویروس کرونا مسئول و در امان باشین. محصلین عزیز، در صورت که کدام سوال، پیشنهاد و انتقاد پیرامون جلسه امروز دارید، به اصطلاح میتونید شما با ایمیل آدرس هایی که در خود پاورپوینت ها درج شده است و همچنین با شماره تلفن ها میتونید با تماس بگیرید، در موقع در قسمت جواب از اونها خدمت شما تلاش خواهد شد. تا دیدار بعد، بدرود. همگی شما خوبان را به الله پاک میسپارم. خوب و خوش، شاد و کامگار و سرفراز باشید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات.